تعدادی از شهروندان شیعه کویتی به همراه اعضای جمعیت آزادی و کرسی دموکراسی در اعتراض به ممنوعیت کتاب نهج البلاغه و کتابهایی مانند آن در مقابل ساختمان وزارت رسانه کویت تجمع کردند معترضان اعلام کردند که با هرگونه نظارت مغرضانه بر کتب مذهبی خصوصا کتب روایی با بهانه وهن دین و عقیده مخالف هستند و این اقدام نقض آشکار حقوق یا حق آزادی بیان است این شهروندان کویتی هدف از اعتراض خود را رفع محدودسازی آزادی بیان و نیز ابراز مخالفت با هر ممنوعیتی در زمینه فعالیت های فرهنگی و مذهبی در زمینه نشر توضیح و خرید فروش کتاب هایی با مجوز قبلی عنوان کردند. این در حالی است که محمد عباس سخنگوی وزارت به رسانه کویت و معاون بخش مطبوعات نشر و چاپ این کشور در این باره مدعی شده بود این وزارتخانه آماده ی دریافت هر گونه نقد به گفته او سازنده در امور نظارت بر کتب است وی در ادامه با این ادعا که برخی از نسخه های کتاب نهج البلاغه جعلی حسن افزود مجوزهای لازم را برای کتاب ها و نسخه اصیل نهج بلاغه صادر کردیم و شهروندان می توانند آنها را تهیه کنند این وزیر کویتی در ادامه دعاهای خود با بدلی خواندن برخی نسخ نهج بلاغه که در آن واقعهای تاریخی از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده افزود این کتب در خود محتوای اهانت‌آمیز به صحابه و عایشه داشته‌اند که با دخالت بخش کمیسیون نظارت بر کتاب و با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت جمعآوری شده است. در همین راستا سال هاشور یکی از نمایندگان شیعیان کویت در پارلمان این کشور ضمن اشاره به جایگاه رفیع کتاب نهج البلاغه نزد شیعیان و دیگر مسلمانان سخن از استیزاح محمد الجبری وزیر رسانه کویت به میان آورده و گفته است که او باید با حضور در پارلمان به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهد.